مردم شما باید بخواید که بودجه سپاه در عرض ما برای چیا خرج شده. چطور سپاه خواهی مردمی پیدا میکنه به این ترتیب که حتی همه حساب ها برای مردم روشن بشه که آقا یک قرون داده شد مثلا اینقدر گوش خرید. من از شما میپرسم چرا باید سپاه اینجا ماهی 1 میلیون خورده یا 2 میلیون تومن خرج داشته باشید؟ کجا میره این پولا؟ دزلی شما یه کاسر حساب کن یه تیله بذاره وسطش، پس یه همچین جایی صعب العبور ضد انقلاب رفتن جو مشخص نشسته. خب ما میخوام بریم اونجا رو بگیریم، سخت دیگه. هی مرتب هم اطلاعی میداد ضد انقلاب. من یکی دو باشو خودم دیدم که اگر احمد متوسلیان اگر ارتش جمهوری اسلامی مرده به دزلی از ما بگیریم، به احمد میگفتیم بفیس وقتش نیست. بعد من یه بار بهش گفتم گفت آقا انارای اردکان وقت داره برای رسیدن خوردن، این وقت دزلی نرسید سب کنه. ما داشتیم یواش یواش به فرماندهی حاج احمد شک میکردیم که چرا نمیم 6 ماه فکرم گذشت از این قضیه، 4 ماه طول کشید. توجه کنید برادران.
احمد توی ذهن خودش داره طراحی دزیرم انجام میده، به هیچکی هم نمیگه. فقط یادمه که یه چند روز قبل از عملیات دزلی ایشون اومد سنندج با هلیکوپتر. یه جلسه خصوصی 3-4-5 نفره بودیم، آقای بروجردی آمد در سنندج، قضیه تحلیل شد که باید دزلی آزاد بشه. حمله سراسر عراق شروع شده بود، خیلی وضعیت خطرناکی بود. ما به حاج احمد گفتیم ما نیرو امکاناتمون همین، از تهران و کرمانشاه درخواست نیرو رو کردیم، نمیدونیم تا چی بتونن به ما نیروی اعزام رو بدن. بعد اون تونستم گفت اگه نیرو هم به من ندید من خودم میرم اونجا رو چیکار میکنم، با همین نیروهایی که تو مریوان دارم از بقیه نقاط نیرو کم میکنم میبرم برای آزادسازی دست. پیک احمد آمد من گفت که بعد مشتاق احمد گفتون کلو پشتی مخصوص آماده کن ساعت 7 یه جلوی رادیو تلویزیون نریم. از نفر جلو پرسیدم کجا میخواییم بریم؟ گفتیم نفر بعدی نیم نفر بعدی بسید کسی خبر را داره کجا میخواییم بعد آمد کجا میخواییم بریم؟ ساکت باش برای چشم. ساعت 8 بود که حرکت کردیم، رفتیم توی ارتفاعات، رفتیم بالا یه جایی که مثلا شد ساعت 10-11 شب، یه جایی که مسطح بود. حالا کجا داریم میریم؟ به سمت خاک عراق. یه جایی نشستیم و نماز خوندیم و غذا رو خوردیم و بسم الله الرحمن الرحیم بعد را میخوام بریم دزلی رو بگیریم. برق صفا زد ما رو. آقا دزلی اینجوری با 2300 نیرو پیاده پدر ما رو در میارن، اونم چی داریم سمت عراق؟ اینا فکر میان ما از جاده میریم، فکر نمیکردن که ما چی این مسیر اینا رو غافلگیر میکنه و دور میزنیم. نیروی 14 ساعت راه بره بلند شه بره سر اینا خراب بشه. برخلاف انتظار احمد آمد و سمت مریوان به سمت مرز عراق رفت، یعنی به جایی که از این جاده بیاد انداخ از این ارتفاع تو پشت دزدی اومد. رفتیم بالا یه سر دیزی شد 8 سو. من یاد کردم ای با دیزی که میگن اینه، یه روستای کوچیکی بود، خواب. با ارتش هماهنگ کرد قبلا احمد، دو تا گوله فسفوری زدن وسط روستای دیزی، دود گرفت دیزی رو کامل. بعد گفت بیت پایین، یک رو طول کشید ما دیزی رو تصرف کرد کلان، یک درگیری دعوای اولی شد یک رو. من استاگر گفت که زیر پول یه ضد انقلاب و فکر مال حزب دموکراته، برو این رو مجروح درمونش کن. گفتم من این 13 کیلو بار این قاطر از دیشب تا حالا اوورده منم این درمون کنم، این خبرها نیست نمیدم. گفتم تو من این امکانات رو میخوام برای مجروحی خودمون. حس کردم احمد نمیاد پشت سر من، بعد بقیش هم نداره میره سمت مجموعه. دیدم شوال وای کرد شکم این مجموعه زد بالا و شروع کرد اینو پانسمان کرد. من با سرش گفتم که چی کار میکنه؟ گفت توی گوش برف هم نمی کنیم، تفکت داره میمیره. چه اسیر توست اکنون با اسیر کن مدارا، این اسیر ماست.
سر ظهر من نماز خوندم و نشستم پای سفره غذا. ده دقیقه بشتم غذا میخوردم، بچه شوخی میکردم، رفتم مهمانی جانشین هم و گفت بعد مشتاق بعد احمد کارت داره و احمد اون کار داره گفت. احمد یقه من گرفت و کشو داخل بیمارستان. ای من گفتم براد احمد یک قرار فیل کن یک قرار کن بیه از این گفتم کشان منو برد کارمنده من بودم دیگه کل خجالت کنیم آورد نفر آخرم ایام خواست یک نگاهی کرد که بیشوهر شده رفت به کارش. رفتیم داخل یه اتاق یه مجلس هم بعد از مجلس ساده گفت آقا اسم چیه؟ گفت مثلا مثال بزنم علی بچه کجای شهست و چند سالته؟ 17 سال. چند روز مجلس شده؟ یه هفت. چجوری غذا میخوری با همین دست؟ چرا لباس توز نکرد؟ من هی بینا گفتم توز نکرد. مجروح به شدت از نظر شکستگی پا مجروح کسی هم بهش نرسید ولش کردن اتاق بیمارستان بی انصافی پرستی کتک خوردن حداقل حقی بود که من واسه اونجا روم اجرا میشد. من داشتم دنبال توجیه میگشتم که جور احمد آروم کنم که قضیه رو بکشم به سپاه یا میخواد منو بزنم تو سپاه قرار بزنم یه دور کارمند رو نزنم. من فهمیدم داره دنبال چیزی میگرد که پرت کنه به سمت من. من الان پریدم اونور احمد متوجه شد. من گفت وایس تو گفتم در رفتم دیگه. من یک لحظه ویش چیز از کرا گوشم رد شد تو دیوار دم یه چند واله. رفتم بیرون توی حیات بیمارستان آمپرا بالا جورت میکنم برگردم که من. ساعت 8 به ایلا گفتم بریم. گفت من نمیام. گفت وای دیوونه تو رو آبرو حیثیت تو رو بگم تو حرفم مفت نزن. فرمانده من کوتاهی کردم. چشم خود درست میده دیگه. ای شما تو این بخش پس شما چه قبرتونی میکردی اینجا؟ چرا کنترل نمیکنید کاری مثلا بیمارستان؟ گفتم من یه چیزی میگم گفت بی خود من چیزی میگم حق نداری فقط با من بیا. گفت چه بودم کار دارم چیکار داری تو با من بیا. نگفتم تو رو برای چی دارم میبرم. بعد ما اومدیم سلام علیکم. علیکم سلام. ببخشید بعد ما توضیح بدیم. گویی توضیح نداره این جوانی که یه هفته اومدین پدر مادر این جوان این رو با امیدی از خونه فرستاد. گفت ببین 17 سالش تو خونه مادرش لباسش چی میشوره، تو خونه مادرش جورابش میشوره، تو خونه مادرش نمرش درست میکنه، میخواد بره مدرسه با سلام صلوات نه مدرسه. جوان رعنا و رشید رو بزرگ کرده داده به جمهوری اسلامی میاد زحمت بکشه. این انصافه که کارمندای تو که تو این بیمارستان کار میکنن اینقدر مثلا بیمبالات میشن که به بچه‌ها نرسن. این درسته. یاد داداش خودت اگر بود اینجوری عمل میکردی؟ این برادر خانم خودت بود اینجوری عمل میکردی؟ تو مگه دین نداری؟ مگه خدا نداری؟ مگه پیغمبر نداری؟ تو مسئولیت رو دوشته. ای که من روز اول گفتم سقف بیمارستان رو سرت خراب می‌کنم، منظورم همین کارا بود. خب پیغمبر رو خوش میاد گفتم غلط کردیم بابا ببخشید دیگه الان. چش. بعد همینجوری نشستی اومد شروع کنه خانمم وارد شد. گفت که مشتبه اینه برای چی آوردی؟ من گفتم یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله. اصلا پوکید فضاش کامل عوض شد. زد زیر خنده و یکو خنده کرد و بعد دیگه بلند شد منو بغل. باز دست منو مچ کرد، باز پای منو مچ کرد، خیلی منو به هم ریخت اونجا. من حالت عاطفی احمد رو اون روز دیدم. چطور زنم گفتم احمد منو بغل کرد چطور گریه کرد منو ببخش. من تندروی کردم به حقت بود کتک بخوری ولی من تندروی کردم. مخصوصا من اصلا حواسم نبود که مثلا تو خانمت اونجاست. چرا من این کار کردم؟ آشو من ببخش. اصلا من دیوانه کردم. ما یه ید الله داشتیم اونجا پاسدار بود با خانومش اون از پرستاران بود اونجا. یه تو با هم ازدواج کردن. مراسم ازدواج هم تو بیمارستان مریوان گرفتیم. یه احمد هم تو مراسم حضور پیدا کرد. وقتی میخواست بره بیرون این خانوما گل ریختن سر احمد و میگفتن پاسدار پرستار پیوندتان مبارک. خنده میکرد. آخ من قربون این خندهش برم.
خانم ما به این صورت بود که برادر احمد یک کسیه که اگرم متمایل بودن مطرح نمی کردن. و همه میشینن حرف میزنن، مثلا میگفتن شما تیپت میخوره، مثلا صحبتی بکنیم. هیچ کس این حد و حدود لیاقت یا قابل بودن رو حس نمی کرد. این حالت بود که میگفتیم جنگ تموم بشه. همیشه هم آدم فکر میکرد ای جنگ تموم میشه، امسال جنگ تموم بشه، ازدواج مال بعد از جنگ. آخرین نفری که قرار بود زن بدیم احمد متوسل جان بود. کدام و بعد من چرا ازدواج نمیکنه؟ چرا ازدواج نمیکنه؟ شما اینقدر مثلا ترغیب میکنین سنت اسلامی فلان این برنامه ها. گفت من تو این جنگ زنده نمیمونم که بخوام ازدواج بکنم. و درست نیست که نفر دیگه پایگیر خودم بخوام بکنم. کجا میدونی آخه تو که زنده نمیمونی؟ گفت میدونم که زنده نمیمونی. علم غیب که نداری؟ به من همه ما امکان داره زنده نمونیم. گفت حالا بالاخره من تکلیفم نیست که برم زن بگیرم. یه داروی استفاده میکردم به نام کتالار که این بعد از بیهوشی اون افکاری که تو ذهن شما هستش که میخوای چه کاری رو انجام بدی، همه افکار نزدیک اینا رو لو میدی. محمد سعید ما آوردیم بیرون، تمام نقشه که کجا رفتیم چه کار کردیم و همه رو تو بیهوشی گفت. کسی هی تکونش داد، هی چرا این داره همه چی رو میگه، ما چه بدبختی داریم. مثلا رفته بودم با هم شناسایی، گفت آجا از این تپه بریم فلان جا، مثلا انگار داشت حرف میزد، حرفاشو میزد و اینا. همه اون برنامه ها رو که متوجه شد دیگه. بعد رحمت چند روز بعدش زخمی شد. وقتی که زخمی شد اومد توی بیمارستان، خیلی خون ریزه داشت پاش و شلوارش اینا، اتو پوتینش همینجور خون میره اومد بیرون. سرود بردیمش رادیولوژی، عکس رو که گرفتیم دیدیم که بله کاملا پاش شکسته، استخونش هم جابجا شده، این عمل جراحی میخواد. گفت باید بریم اتاق عمل. گفتش که من اتاق بیهوشی نمیگیرم. رفتیم به دکتر گفتیم که بندر احمده، اون میگه من بیهوشی نمیگیرم برای اینکه بیهوشی اینجوری. گفت یعنی که چی؟ این استخونه از هم جدا شده، یعنی که چی میگه نمیکنم اینو؟ منم عملش نمیکنم، انقدر اونجا بمونه. گفتیم آقا به دلیل اینی که اون اتفاق میفته. گفت من به این کارو کاری ندارم، من این برنامه رو ندارم. من مقالی باهاش یه خود صحبت کرد. گفت بیا بریم با خود بندر احمد صحبت کن. بندر احمد یه کمی باهاش صحبت کرد. اون موقع خودشون دوتا با هم خیلی نزدیک بودن و صحبت کرد و خیلی صحبتشون با هم طول کشید و ما از دور نگاه میکردیم. دیدیم که دکتر راضی شد و گفت واقعا این که یه کار جلادگیریه، درد رو شما نمیتونی تحمل کنی. گفت نه من تحمل میکنم. یه پتدین ما به برادر احمد زدیم و که یه کمی دردش اینا کمتر بشه این کارو ما بکنیم. چند نفرم کمک گرفت، گفت اگر شد که من این کارو میکنم، اگرم نشد دیگه مجبور بیهوشی بهت بدیم. که همش هم میگفت اگرم نشد باز من تحمل میکنم، این پاهم اگه سیاه بشه من یه سری افکار تو ذهنمه، اصلا نمیتونم این حرفو بزنم. یواش یواش این پا رو میکشیدن که این استخونا رو رو هم دیگه جا بدن، گچ بگیرن ثابتش بکنن. این صدای قشقش استخونا اعصاب آدم رو خرد میکرد که هی رو هم دیگه، انگار حس میکردیم رو هم دیگه جا نمیافته. وقتی که پاش دست رو میذاش روی فشار میده، درد شدیدی رو حس میکرد که این آستینش رو گرفته بود تو دهنش، مرتب اینجوری بی صدا این دندوش رو فشار میداد به اون پیرنش.
اینجوری همینجا از حال رفت و روی تخت گذاشتیمش، ببریم رادیولوژی ببینیم که رادیولوژی اینا استخونان رو به روی هم قرار گرفته یا نه. یه خورده قند و ریختیم توی لیوان، یه خورده تکونه شده، گفتم حالا اینا یه ذره بخوره که یه خورده جون بگیره. یه کمپوت تو این همه موقعیت چیزی ما پیدا نشده بود که یه ذره آبشو بدیم مثلا بندن احمد توی موقعیت بخوره. سه ساعت تو تاریخانه رو وایسادیم و عکس رو که آوردیم خیس خیس آوردیم بیرون، وقتی که نگاه کردیم دیدیم استخونه رو به رو هم قرار گرفته ها. یعنی انگار خستگی همه شادی عجیبی تو بخش پیچیده شد، همه خندیدن همه دویدن، خبر اصلی رو همه اونا بدن به بردن احمد، چون تا چاپ بشه فیلم بردن احمد رو برده بودیم تو اتاق. رو کرد به بچه ها گفت حالا آقای وزوایی خودش یه پیز 5 ثانیه میره تا شما یاد بگیرید که خیز یعنی چی. ولی اعلام که کرد به خیز، وزوایی با قدرت تمام گفت نمیخیزم. حاج احمد گفت نمیخیزی؟ با عصبانیت گفت نه نمیخیزم. رو کرد به من گفت برادر برقیشون بازداشت اسلحه‌شون رو بگیرید. گفتم جلو، گفتم من مسلم ببخشید دستور حاج احمد اسلحه‌تو بده. با قدرت به من گفت نمیدم اسلحه‌مو. من دیدم خیلی بچه جلو 300 تا 400 تا نیرو، فرمانده تیپ و فرمانده گردان نداد اسلحه رو نداد و نهایتا دید بستون شد، گفت باز احمد این من میگم که بازداشتش کنه، سوال ماشینش بده رفت.